به نستعین نهو خیلی ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین و معصومین. حضرت در رابطه با اولیایی که بناس مقامشون مقام نشانه های هدایت باشد و مصابیح و چراغ‌های حیات انسانی، خصوصیاتی رو مطرح فرمودند که این انسان‌ها در چنین مرتبه و رتبه‌ای هستند. فرمودن که جرح طول العصا قلوبهم و طول البکا عیونهم. این انسان ها بعد از اون که مقام خودشون رو در عالم شناختند که در رحم فقر خودشونن نسبت به خداوند و اسیران ذلت خودشونن در مقابل عظمت خدا، این احوالات رو حس کردن، جرح طول العصا قلوبهم، غم طولانی قلبشون رو جریحه‌دار کرده است و طول البکا عیونهم و گریه طولانی چشمهایشون رو جریحه‌دار کرده است. لکل باب رغبت الی الله منهم ید قاره. اینها آنچنانند که هر دری که در ارتباط با خداست رو زننده اند. یسالون من لا تزیغ لدیه المناده، از کسی تقاضا می کنند که درخواست کنندگی ها اون فراخنای و وسعتش رو تنگ نمی کنند. ولا یخیب و علیه راقبون، و اونهایی که رغبت و امید به او دارند هرگز مایوس و ناامید نمی شوند. اینها از اون چیز می طلبند. تا اینجا پس اگه التفات فرمودیم، حضرت اومدن یه تصویری از برخورد اینها با پروردگار خودشون رو ترسیم کردن. عمده تو این دو فراز و فراز سوم که عرض نکردم، حضرت چیزهای عجیبی دارن میخوان بفرمان. اولا سوالی که برای همه ما هست که چرا ما دل بریان نداریم؟ هممون میخوان چشم گریان و دل بریان چیزی نیست که کسی طلب نکنه. حضرت اول اومدن این رو مطرح فرمودن که اینها چرا جریحه‌دار شدن، قلبشون پاره پاره شده است از غم طولانی. قبلش فرمودن اینها چند خصوصیات دارن. اولا بوی غفران رو میشنوند. تجاوز یعنی گذر کردن، فتجاوز عنی تو روایت آیه دارید، تو دعا دارید، خدای از من بگذر. فرمودن اینها یتنسمون به دعائه روح از تجاوز،
یه اولین شرطه که باید به قلب آدم برسونه. هممونم میتونیم، کاری نداره، برسیم به این که خدا میگذرد. برسیم غیر معامله، این حرفا نیستن. بوی گذشت خدا رو نسیم، تعبیر خود امیرالمومنین بهتر از اینه که من میگم، نسیم گذشت خدا را در ازای تقاضا از حق این را بچشیم، ببوییم. این اولین قدمه که باید آدم به خودش بفهمونه خدا میگذرد. خدا میگذرد، میفهمم که میگذرد. چیز عجیبیست. اگه بگو چرا میگذره اینو نمیفهمید، اما اگه بگو با کریمان کارها دشوار نیست، همینطوره. کریمان خیلی خوشم اومد. یه بار سر ظهر بود، رفتم خدمت یکی از عزیزان علما، بعد حقیقتش گفتیم بریم خانه ایشون یا بریم نهارا بخوریم و بریم خانه ایشون. من به اصرار داشتم نه آقا بریم نهارا بخوریم بعد بریم خونه ایشون، به ایشون سطمه ندیم. ایشون گفت که نه، این توهینه به ایشون، اینا کریمتر از من که اجازه بدن ما بریم غذا بیرون بخوریم و بریم خانه ایشون. ما هم تسلیم شد رفت. اتفاقا حرف ایشون درست بود. این واقعا خود فضا نشون میداد که نه، اصلا نباید ما میرفتیم. هیچ، نه تنها تحمیلی نشدیم، اصلا انگار که یه نشاطی هم به ایشون داده شد. خیلی هم راضی راضی ما حس کردیم ایشون شدن که ما این کار نکردیم. این یه نکته است. حالا یه طرفش هم نزدیه که هم معامله دوگانگی که ما میکنیم که آقا یه حسابایی بکنیم با حالا تازه اینا کیان، اینا یک جردی از اون کرامت حقه حقیقیه دارن، بزرگان بزرگ، یه چیزای دیگر اینا. حالا با خدا این مسئله را حل کنیم که آقا رو میگذره. چرا؟ چه میدونم چرا؟ چون کریمه میگذره، نه چون من خوبم، نه چون من یه کاری کردم. اصلا این حرفا رو بذار کنار که خیلی بی‌ادبیست. نه آقا میگذره، فقط میگذره. من نمیخوام الان رو این وقت بگذاریم، ولی راحت کنیم خودمون را که آقا با یکی رو بروم که میگذره. بو نسیم گذشت خداوند رو به مشاممون برسونیم. رهای نفاقت الى فضلهی و قصارا ذلت لعظمتهی. اینا رو اون جلسه بحث کردیم، یعنی من نمیاد که دوباره وقت عزیزم را بگیرم، ولی اینا اینو اول حل کردن با خودشون. رسیدن به این که هیچند هیچ، اون جلسه یک کمی شرح دادیم، این جلسه میخوام بگم چه نتایجی دارن. اگه کسی آقا متوجه شد هیچ از هیچ، حتما چشم گریان و اش و دل بریان برش حاصل میشه. بحثای علمی قضیه را بزرگان خیلی خوب بحث کردند. انسان همیشه از نقص خودش فراری است. حالا وقتی دید تماما نقص است، یک مقابلش تماما کریمی است، حکیم، حمید، تعبیرها را ببینیم، غنی. وقتی شما این تعبیر آیه الهی را ساده نگیرید، وقتی میگه انتم الفقراء الى الله، مقابلش کدام سمت صفت را میاره و اسم را؟ و هو الغنی، بازم کمه، حمید، یه چیزیست این دوتا اسم، غنی. یعنی داره به ما ادب یاد میده که آقا تو با کی رو برون؟ با یه خود ناقصت که بشینی خاکستر حیات خودت رو خاکستر تر کنی، یا با یه خاکستر با یکی رو بروی که هوالغنی تمام نداریای تو را دارد. خب داشته باشد بابا، حمید، میشه دل بهش بست، یعنی دل ببندی کار لغوی نکردی که شاید بعدا رو این تأکید کنیم. این خیلی حرفه که ما متوجه باشیم آقا کار صحیح همینه که به حمید غنی، یالا به تعبیر صحیح‌تر غنی حمید، فقیر مطلق دل ببنده. فاقه یعنی همون فقیر دیگه، یعنی هیچی نداره. رهاء نفاقته،
اینها متوجه گرفتار نقص خودشونن الا فضلهی که دل بستن به فضل خداوند. این آدم آقا کار میکنن کارستان و اسارا ذلتن لعظمتهی، اینها اسیران ذلتن در مقابل عظمت خدا. خیلی مقام است، خیلی مقام است انسان متوجهه عظمت خدا بشه، خودش رو ذلیل ببینه، متوجه ذلیل بودن خودش بشه در مقابل خدا، نه در مقابل من و شما. اون که خیلی زشت و قبیح است نه که من و شما در مقابل هم ذلیل باشه، خیلی بد است. یعنی اصلا نشونه میده که راه رو گم کردی. اما چقدر شیرین است و چقدر نجات دهنده است آدم در مقابل عظمت خدا ذلت خودش رو ببینه. این دو تا مقام که به مرور گیر میاد، در واقع همون مقام ظهور بندگی است در قلب مؤمن، اگه دنبالش باشیم، اگه حوصله کنیم، اگه چشممون رو باز کنیم، هی حادثه های روزگار رو درست ارزیابی کنیم، این گیر میاد آقا، دیر یا زود گیر میاد. میرسد انسان به جایی که ببینه هیچ از هیچ. من این فرمایش پیامبر را، با اینکه تو بحثای ابوذر ما اینا رو بحث میکنیم، اما اشاره بکنم که نور محمدی صلوات الله علیه و آله اینجا به قلبمون بخوره، چون خودم اصلا این اعتقاد کلا ندارم که سیاق خطبه را با خطبه و فرمایش دیگه بحث کنم، ندارم از خودش را بحث کنم، اما اینجا خیلی کار سخت شده. حضرت میفرمان یا ابوذر، ای ابوذر، اصلا به شعور نمیرسه انسان. لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یرى الناس فی جنب الله تبارک و تعالی امثال العبائر. ای ابوذر، اصلا کسی به شعور نمیرسه الا اینکه همه مردم را در مقابل خدا مثل یک شتر گیج ببینه. هیچ شطوره عبائل، یعنی شطوری که هیچی حالیش نیست، باید حتما افسارش دائم گرفت، افسارش این برام برش بود. ثم یرجع الى نفسه و هو احقر حاقر لها، بعد به خودش نگاه کنه، خودش از اینم کمتر ببینه. میگه ای ابوذر، تا تو به اینجا نرسی اصلا هیچ ظهور شعوری تو در تو نیامده. اینجا حضرت میفرمان که این آدم به جای میرسه که خودش رو هیچه هیچ میبینه دیگه، در مقابل خدا ذلت خودش رو حس میکنه. اینا باید رسید، میشه هم رسید. خدا آیتهای زیادی در زندگی ما قرار میده تا این نشون ما بده، گاهی ما فقط نمیخوایم بپذیریم و مشکل ماست. بعد که بحث امشبمون شروع میشه که میفرمان آقا این آدم شما مطمئن باشین دیگه ادامه راهش چیه؟ جرحت طول العصا قلوبهم، همون قلوبهم، این غم طولانی قلبش رو جریحه دار میکنه. این آدم دیگه صاحب درد میشه. آدم صاحب درد بهترین شرایط رو برای ادامه حیات پیدا کرد. این دیگه قلبش جریحه داره، این از دوری حق و تنهایی در این عالم، این خیلی چیزها گیرش میاد، این میفهمه که بد جوری گیر کرده است در این دنیا. این یک شعور بالایی پیدا میکنه که قلبش جریحه دار میشه، پاره پاره میشه. سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق. یعنی این شرح شرح شد، تکه تکه شدن سینه، این مال اینه که رسیده است به این که چی؟ که از میستان تا مرا ببریدن. اون مقام جمع و جمعیه بنده را با خلق میفهمد و بعد میبینه که اینجا گرفتار است. این به یه شعوری میرسه، مقامش صاحب درد میشه. این یه چیزیست، این دیگه آدمی نیست که دیگه دنیا به دردش بیاره. این فراغ حقه که بیدارش کرده است و درد آلودش کرده. همه شما دلتون میخواد یه درد حسابی داشته باشی. انسان درد دوست داره، اما درد دروغ و مجازی را نمیخواد. حال است، مقام است، تنها بودن. شما اولیا و اصفیا را ببینید، این عربده و شیون و گریه و نالشون نشونه اینه که
اینها این حال را زحمت کشیدن گیر آوردن، نمیخواندم از دست بدن. عمده اینه که چه شد که به دست آوردن؟ اون مقدمات که عرض کردم. و طول البکا عیونهم، و این قلب دردناک جریحه دار شدن اندوه، طول اندوه قلبشون رو جریحه دار کرده است و عیونشون را طولانی بودن اشکها جریحه دار کرده. یعنی چشمشون واقعا دیگه گریان، چشم خشک نیست. اینا نمیخواد هیچ کاری بکنیم، ما بیان یواش یواش قدم به قدم خودمون رو دریابیم. این که بینید خوب اول حوصله کنیم، ما که نباید بی خود هیده خودمون زور زورکی اجزای تحمیل کنیم. ما باید راه را درست بریم، احوالاتش گیر میام. یعنی این جوریس احوالات را خدا در ازای سیر بندگی ما به ما میده. ما با هیچ نمیدونم این ابزار بخوان بسازیم و حیله بکنیم و جایگزینی های غلط بکنیم و اینا، میخوان چه کار؟ مگه میشه که کسی سیر بندگیش را طی کنه و چشمش اشک ریز نشه؟ میشه داغا؟ فقط این آدم دیگه عاقل است، البته سه دنیایی دیگه گریه نمی کنه. نمیشه اینه گولش زد گریهش ازش گریه، این وقتش خوب گریه میکنه. بعد میفرماد این اهل ولایت و اهل نجات بشریت خصوصیات دیگه شون چیه؟ لکل باب رقبتن الالله منهم یدون قاره. یه راههای به سوی خدا هست، اینا برای تمام این راه ها در زننده دارن. من مثال ساده میزنیم، اینا آدم هایی هم که آقا هیچ راه به سوی حق را سعی میکنن از دست ندن. شاید ما دقت کردیم دیگه، گاهی یه سله رهه، گاهی یه توجه به یک همسایه، گاهی احوال یه پیرمرد محل را پرسیدن، گاهی توفیق های عجیب و غریبیست آدم اصلا باورش نمیاد. من فهمه چه توفیقیست این توفیق. اینا آدم هایی هم که تمام این راه ها را بلده و تمام راه ها را میرن. عزیزی من میشناختمشون، بسیار مرد بزرگواری بودن، در سن مثلا 70 سالگی اگه میخواستن برن سراغ پسرشون که مثلا تهران بود، حالا خودشون مرد بسیار اهل فضل و علم و اینا، میمدن میرفتن از مادرشون اجازه میگرفتن، مادرشون در قید حیات بود که اجازه میدین برم یه سر بزنم به محمود و بیام؟ خب این فقط زرنگی میخوام. معلومه که مادر آدم اجازه میده که آدم بره یه سر به بچهش بزنه تهران و بیام، ولی ثواب شنیدن حرف مادر، اذن از مادر گرفتن، نمیدونیم چقدر عجیبه. خدای ما را از این توفیقا محروم نکن. خیلی عجیبه. اینا میفهمن که این راه ها را یکی یکی باید برن. حالا ما نمیدونیم، منم نمیدونم، من و شما همه هم باید تلاش بکنیم. شما به من بگون، من به شما بگم، این راه ها خیلی عجیبه، به خصوص اینایی که تو روایت داره. من باره ها عرض کردم، اگه ما بفهمیم کجا باید بریم، میفهمیم تنها توسط ائمه و روایت باید بریم. گاهی ما نمیدونیم کجا بریم، خب وقتی نمیدونیم خب معلومه که به کی رجوع کنیم. این که آدم وقتی بفهمه دقا راه های بسیار دقیقی هست، ولی این راه های دقیق خیلی هم لطیف هست. عمده عرض من اینجا فقط بیش از این نیست که حساس باشیم که این بزرگان بزرگ که بناس نمونه های حیات ما باشن، اینا الالله رو آخرش ببینیم، لکل باب رغبت الالله منهم، از اینا، از این آدما، تمام این راه ها را چی نادرن؟ یه ید قاره در کل باب کرد، یدی که بزنن، یعنی در زدن. دعای کشی مثلا گاهی ما از خودم پرسیم، گاهی اینجوریست دیگه، یه ذکر رو، یه دعا را، یک تسبیحاتی رو، یک تعقیباتی رو در روایت داریم، یه تعقیب رو بگیرید یک سال بکیرید، کمتر از یک سال نمیشه، 12 هلال ماه. خب یه تعقیبات گاهی یک ملکاتی برای آدم میاره، چند که آدم میره برزخ میره، همینطور این تعقیب میکشیدش میبردش بالا. تعقیبات به خصوص خیلی کار ازش میاد. منظور اینه که نمونه خیلی داریم، جنگ، سلوک، ذکر. مثلا شما خودتون دید یه جبهه و یه جنگ برای بعضیات چه راه بزرگی بود. اینا از اونان که تمام این راه ها رو میشناسن.
نه اون افراد، نه اون تفرید. اینا یه خصوصیات اینجور دارن. شاید حضرت اینجا میخوام بفرمان که ما هم از اینا این راه ها را یاد بگیریم. من میخوام عرض کنم وسیع باشیم. ما گاهی تعجب میکنیم عزیزان، میدونیم گاهی تنگناهای ما مقدار زیادیش از نارضایتی رحم ماست از ما. حالا ما به جای اینکه این رحممون رو، من یقین دارم بسیار آقایون که مشکلاتشون حل نمیشه مال اینه که عیالشون ازشون راضی نیست بعد از والده. یه کاری به این آسونی آدم عیالش راضی کنه بهتر از اینه که هی دنبال اینن که آقا مثلا آقا یه ذکر یه دعایی بگون مشکلی ما باشه. بابا مشکلت چه خودته؟ تو خودت این مشکل رو برای خودت پایش گذاشتی؟ مگه میشه دادم خواهرش، مادرش، عیالش اینا یه آهی بکشن اما گرفتار نشیم؟ خدا هم داد اینجا سر پل صراط عیال آدم یه ذره از آدم گله داشته باشه مثل چی میگن روبر پلاک و پیچ میکنن آدمو، نمیدن تکون بخوره، میگیره قلب آگاهی برای خودتون پیش اومده دیگه. اگه نشد از که شما یه ذره قلب دیم یکی را میگیره این قلب نظر میکنه نگرانه، مطمئن باشین هم که شما نگرانی از اون متوقفش میکنید. برای همین هم میگن آقا دعاش کنید، دعا کنید از همونام که گله مندین برایشون استغفار کنید گناه دارن دادن برم. اما یادتون باشه میگیره شما را این آها شدیدن آدم را میگیره حقشونه. یعنی خواهر و برادر و عیال و بچه و نمیدونم اینا حق دارن، اینا حقشونه میخوان متوقف کن. بعد شما میبینید که صعود نمیکنه، این سیر نمیره، دل نمیره. من نمیخوام اصلا اینا را تلقیم نظرم از خدا خودش به قلب عزیزان میندازه. مواظبت، مواظبت. اگه دیدید مواظب همه جانبه ی حقوق افراد نیستین بدونید هنوز موفق به سلوک نشدید. سالک هست که تازه بند دارم میفهمه. وقتی آدم را میفته نبود چقدر بند بپاشه، این بند شناسی وقتی که یواش یواش باید حق اموات، یعنی اموات شدیدن حق دارن و چه کمک ها. اینقدر خدا میدانه، یه بار دیگه عرض کردم، اینقدر که مرده های ما میتونن کمک به ما بکنن هیچ وقت زنده ها نمیتونن، هیچ وقت، هیچ وقت. خب یه حق اموات رو باید رفت سرشون براشون دعا کرد، استغفار کرد، انا انزلنا خود اون دستوراتی که داره. بعد میفرماد اینا خیلی هوشیارن، اینا به یه شعور عالی رسیدن. شعور عالیشون چیه؟ یسالون من لا تزیق لدی المناده. اینا از کسی میخوان؟ اینا تقاضاگر از مقامی هستن که آقا اون اصلا فراخیهاش تنگ نمیشه، خسته نمیشه، محدود. یعنی خدا میفهمن از که چی بخوان. یعنی اینا به یه شعور رسن که راحت از خدا چیز میخوان، یه روح متوجهی پیدا کردن که از کسی چیز بخوان که همه چی داره. یکی از مشکلاتی که همه ما داریم، من بیشتر دارم ولی شما کمتر، این که باورمون نمیاد آقا همه چی را خدا میده. این واقعا هم سخت. درسی داشتیم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اون رساله علی ولایه بحث خوبی داره که آقا خود یقین ایجاد میکنه، یقین پیدا کنیم که آقا الان یک چشمه وسط این زمین در میاد، تو به یقین برس ایجاد میشه. وقتی باورمون بیاد که آقا همه کار را خدا میکنه، خب همه کار را خدا میکنه. باورمون نیاد خوب نمیکنه برامون. وقتی ما با وقتی ما رو خدا حساب نمیکنیم، انا عند ظن عبد المؤمن دیگه روایت قدسی، من در گمان بنده مؤمنم. حالا گمان ما اینه که نه دیگه خدا هیچ کاری برام نمیکنه. خب برام هیچ کاری نمیکنه. وقتی ما میگیم یا ارحم الراحمین، یعنی ما پذیرفتیم و ارحم الراحمینه برام، خب اونم برام ارحم الراحمینیش نشون میده. ولی وقتی ما نگفتیم یا ارحم الراحمین، خب اونم نشون نمیده. عمده اینه که ما چه نگاهی داریم به حق. اینا کسایی هم که نگاهشون عجیبه، عجیبه. اینا از خدا، از اون که هیچ تنگنا و یعنی تنگنا و قحطی ندارد از اون میخوان. ولا یخیب علیه راقبون، از کسی چیز میخوان که راقبان به اون هیچ وقت ازش محروم نشدن. شده از کسی واقعا به خدا رغبت داشته باشه که این مسئله شو حل میکنه و حل نکنه؟ محال. عمده اینه که ما امتحان میکنیم خدا رو. خب خدا بگو ببینیم که حالا ما این کارو میگم ببینیم میکنه یا نمیکنه. برو به کارت خونه تو وقتی که
امتحان میخوای خدا رو بکنی، اونا امتحان نمی کنن، اونا فقط عشق میبرزن، نی خدا را امتحانی میکنن، نی در سود و زیانی میزنن، اونا فقط طلبن، فقط طلبن. اون یه جور دیگه هست. خب تا اینجا این خطبه رسید، حال حضرت میخوان نتیجه بگیرن. من خواهشم اینه که بپای که اینجا شیطان میخواد بیاد نگذر، یعنی تا اینجا شیطان خیلی مشکلش نداره، از اینجا به بعد خیلی مشکلش. حالا اینجا حضرت میفرمان که خب حالا صافای نتیجه است که فحاسب نفسک لنفسک فإن غیرها من الانفس لها حسیب غیرک. من فقط ترجمه میکنم، این خودتون و اینم حضرت امیرالمومنین علیه السلام. اگه دیدین میگیرید بدانید که خدا توفیقت میده. حضرت اینجا میفرمان خیلی خب حالا که اینجور شد، حالا که دیدی چه نمونه هایی زیر این آسمان در عرصه های تاریخ زمینی و زمانی هست، حالا پس خودت را محاسبه کن، برای خودت هم محاسبه کن خودت را. تعبیرها را نگاه کنی، فحاسب نفسک لنفسک، خودت یه ارزیابی کن برای خودت، بعدش تکان دهنده تر است. فإن غیرو می فرمان غیر تو از این آدم ها، اونام یکی غیر تو حسابشون رو باید بررسی کنه. نفسهای غیر تو رو غیر تو باید حسابشون رو بررسی کنه. حالا هر دو تاش یه لنفسه اینجا دارد این فرمایش. ببینیم ما تو روایت ها اونا این تیکه را کمتر میبینیم اینجا، چون یه جنبندی یه وقت اسم میکنن نفس دین رو محاسبه کن، همونا میخوان بگن، ولی حضرت اینجا روشنتر میفرمان برای خودت، خودت رو محاسبه کن. حساب نفس خود را بکش، ببین کم نداشته باش. حضرت فرمودن چی؟ این آدم ها، این نمونه هایی که خداوند در زمانی که پیامبران در صحنه نیست برای بشریت گذاشته است، خصوصیاتش نمشخص شد. از اول خطبه با من بیا. بعد میفرمان که این نمونه ها را بهت گفتم، حالا خودت ارزیابی کن. من اینجور یاد داشت کردم، آیا ما نسبتی با این انسان ها باید داشته باشیم یا نه؟ این چند جلسه نمونه های عجیبه. حضرت می فرماد اینا خصوصیاتشون اینه دیگه. حالا می فرماد بعد از این که اینا رو نشونه دادم، حالا خودت ها برای خودت ارزیابی کن. آیا این صحبته که آیا این چه نسبتی با اینا داری؟ دو تا نسبت ممکنه ما داشته باشیم، نسبت مثبت. یکی این که خودمون بیگانه نباشیم از این خصوصیات. دوم این که اگر از این اولیا بیگانه نباشیم، هدایتگران زندگیمون اینا قرار میدیم. پس سوال ما این است، ما نسبتی با این اولیا داریم یا نه؟ چقدر باید مواظب باشیم طبق فرمایش حضرت که این اولیا که عقل عقلند، آقا اینا عقل نیستن، عقل عقل، اینا از تیزت افق حیات ما گم نشن. من یه چند تا شعر مولوی خوب میگه، حالا منم یادداشت کردم، به این جهتم یادداشت کردم که شاید کمک فرمایش حضرت در تفسیر و تبیین باشه. ایشون میفرماد عقل عقلن اولیا و عقلها، بر مثال اشتران تا انتها. میگه نه شطور سرشون از این میدازن بمیرن، اما یکی باید اینا جهت بده. عقل عقلن اولیا و عقلها، بر مثال اشتران تا انتها. عقل عقل و جان جان، ای جان توی، ظاهرا مقام ولی الله را خطاب کرده است. عقل و جان خلق را سلطان توی،
بند معقولات آمد فلسفی. تأمل هم داریم رو این کشه. ببینید اصلا بحث اولیای بحث دیتی الفبای دیگن اینها. بند معقولات آمد فلسفی، شخصوار عقل عقل آمد صفی. حضرت فرمودن با ذکر اینا به جای میرسن نه با فکر. ذکر یعنی آدم خودش رو آزاد کنه، صافی جانش رو سبب بشه. عقل عقلت مغز و عقل توست پوست، معده حیوان همیشه پوست جوست. خوبه اگه دیدی که فقط یه کمتر از دید اولیا میخواد تنو به انسانیت نرسید. این که من اون جلسم هنوز نتونستم حرفم رو بزنم، هنوزم نتونستم. ببینید ما همین که حرف میزنیم عموما ما آشنان با یه عقل عادی، اصلا ما هنوز فرهنگ اولیا رو نمیشناسیم. ما هنوز الفبای نگاه به اولیاء خدا رو بلد نیستیم. بلد بشیم همه چیمون درست میشه. بر همین میگه که عقل عقلت مغز و عقل توست پوست، معده حیوان همیشه پوست جوز، مغز جوی از پوست دارد صد ملال. از خودت بپرس اگه دیدین از این حرفا، از این حرفای تکراری، از این حرفای من درآوری، من بگم شما بگید، اگه دیدین خسته شدی بدونید که داری به یه جایی میرسی. اگه دیدین حاضرین 3 ساعت بشینید من بگم شما بشنو، شما بگم من بشنو، من بدونیم که هنوز ما پوست جوریم. اگر به غیر قرآن و اولیا علاقه مندیم هنوز پوست جوریم. نمیخوام به خود تحمیل کنی، باید که یه جوری را بیفتیم. مغز جوی از پوست دارد صد ملال، مغز نغزان را حلال آمد حلال. تا انسان خودش نغز نشد، زلال نشد، اصلا محرم فهم اولیا نمیشه. خدا میدونه 100 سال ادبیات بخون یک روایت نخواهی فهمید. و اگه دیدیم به روایت های اولیای خدا درست بریان نمیشیم، درست نظر نمیکنیم، بدانید یه مشکل اساسی داریم. حتما میدانید. شما نمونهش مثنوی را مثلا یا حافظه بخونید، تا یه حالی در حد حال حافظ پیدا نکنیم مثلا حافظه نمیفهمیم، 100 تا شرح هم بخونیم. تا یه حالی در حد حال مولوی پیدا نکنیم مثلا نمیفهمیم، زبان ما نیست. و حالا شما بیان زبان اولیا، معلومه ما باید خیلی زحمت بکشیم تا به این فهم فرمایش اولیا برسیم. عقل دفترها کند یک سر سیاه، عقل عقل آفاق را دارد، عقل عقل آفاق دارد پرز ماه. می فرماد که خوب دقت کنه چه رو به رو هم قرار دارد. عقل با عقل عقل عمدن هم این کار رو کردد، یعنی ساده نی زحمت کشیدن. اندیشه ما در حدی که بفهمد اولیا را اینقدر راه ازش میاد. این که کار اولیا را بکنه این کار ازش نمیاد. غرور ما کجاست؟ میگه خودمون میفهمیم. ما میفهمیم که کی میفهمه، این کار از ما میاد. اما اگه دیدید که شما که خیلی آدم سخته، همون چند روزا بود یه آقایی میگفت، گفتیم بابا آیه قرآن اینه، میگه گفت به نظر من اینه. این که اصلا ادامه بحث فایده نداره، این که اینقدر بی حیاست که میگه به نظر من اینه، این باید خودش عوض کنه، حداقل بره واسه زحمت بکشه بفهمد که هیچ چیز در مقابل قرآن، وقت بیاد. این هنوز خیلی خوابه. حاصل بحث نیست که فرهنگ آنهایی که محض حقن اساسا با فرهنگ بقیه فرق میکنه. و حضرت میخوان ما را دعوت کنن به این انسانها. اگر مواظب به این نوع نگاه نباشیم، یعنی کدوم نگاه؟ نگاهی که اولیا ائمه به ما میدن، ما یک ارزشهای کاذبی را در زندگیمون میپسندیم و زندگیمون را دنبال این ارزشهای کاذب را تمام میکنیم. فاجعه بزرگیست نشناختن اولیا. زیادم داریم، زیاد خیلی آدم داریم که اومدن به میدان تفکر، اومدن نتونستن مسئلشون را با اولیا حل کنن، حتی مسخره کردن. من چند روز پیش بود داشتم
این سخنران یکی از همین روشن فکرهای معاصر رو گوش میدادن، بعدم حتی واقعا مسخره میکنه. یعنی جمله اون مرد الهی روحانی رو گرفته است و طوری طرح میکنه، حالا چی برام مثلا دانشجوی لندن، حالا آقا رفته اونجا از فکرش هم دفاع کنه، حالا بیچاره این بچه مسلمان لندن نشستن تو حرف این آقا، بعد مسخره میکنه. این دیگه قلبش اصلا قسی شده است. چرا؟ چون یه سری ارزش های کاذب رو برخورد. یعنی ولی الله و اولیا رو با این ملاک هایی که حضرت گفتن نشناسیم، آهسته آهسته مقام خود را غلط میشناسیم. خب وقتی مقام خودمون را غلط شناسیم، به کارهای غلط دست میزنیم. وقتی به کارهای غلط دست زدیم، کل زندگیمون غلط میشه. اینکه بترسیم از اینکه چه نگاهی را میتونیم داریم از دست میدیم. شما میدانید که ما بسیاری وقتا ملاک همون ملاک های زندگی خوب شیطانیست. باورتون بیاد، زندگی نه زندگی حقا، خوب گاهی با حق فرق میکنه، زندگی خوب شیطانی. اولیا شناسی از این زاویه وارد شدن، نتیجهش اینه که ما اصلا میفهمیم این زندگی شیطانیست. ببینید جنبندی بحث رو من دلم بخواد، من هیچ راهی جزی نیست که شما انشاءالله برگردید دوباره خطبه رو نگاه کنید. ببینید حضرت اصلا باب بحث از کجا شروع کردن که بابا رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، این آیه را خوندن. بعد بر اساس این آیه، آیه که روشن است، یعنی آقا خدا داره میگه من نظر دارم به خانه ها، بیوتون سریح آیه است این سوره نور، من نظر دارم به خانه هایی که در اون خانه ها انسان هایی هستن که این آدم ها کسب و کار از یاد خدا بازشون نمیده. این تا اینجا. بعد حضرت شروع کردن این نمونه ای که مورد نظر خداست رو بهتر، یعنی بیشتر نشون بدن، تفسیر کنن. معصوم میخواد فرمایش خدا رو تفسیر کنه. بعد اومدن گفتن آقا ریشش ذکر است، یا ذکر خدا قلب و جلا میده. ذکر خدا قلب و جلا میده یعنی که اصلا نگاه عوض میشه. من یه مثال میزنم، شما اگر این عالم را نعمت خدا ببینید که باید با این طبیعت کنار بیاید تا الهی بشید، این نگاهتون به این طبیعت با کسی که این طبیعت را مظهر انرژی میداند که تسخیرش کنه که یه مقدار انرژی تولید کنه، اصلا یه نگاهه. ببینید ناخودآگاه به زمین و زمان نگاه عوض میشه. اون نگاهی که طبیعت را رفیق خودش میدونه، لطف خدا میدانه، اصلا احساس امنیت میکنه در این طبیعت، احساس میکنه با رفیقی داره زندگی میکنه. اون انسانی که تمام روحش قدرت بر طبیعت هست، این طبیعت را یک ذخیره انرژی میداند. اصلا ببینید ذخیره انرژی کجا و رفیق راه کجا؟ نمونه سا نگاه، اگه نگاه دینی شد، زمین و زمان یه نوع دیگه میبینه آدم، اصلا با زمین و خلوت میتونه بکنه، کل عالم میشه خلوتش. در روایت داریم که خدا فرمود کل این عالم مسجد است، قرار جعل، خدا میفرمود قرار دادم برای تو پیغمبر کل زمین را مسجدا. تو مسجد شما چه کار میکنی؟ سجده میکنی؟ به خلوت حق میری؟ پس معلومه برای دین محمدی صلوات الله علیه و آله اگر کسی این دین را خوب بشناسه و عمل کنه، کل این عالم خلوتگاه انس است. حالا شما از دین پیامبر برید به دین فرانسیس بیکن، برید به دین آقایونی که نیچه، بعد اصلا یه خلوت نداری. مساجد بدون خلوت نیست. به قول اون عزیز میگفت تو مساجدم که ما میریم انگار وسط پاریس واسه داریم، از بس که بوی کبر و قدرت نمایی و سیطره و تجمل میاد، اصلا خلوت مرده است دیگه. اینجور میشه؟ حضرت فرمودن که آدم ها یک کسایی در این عالم هستن، اگه اینا برای ما ارزش شد، اصلا زمین و زمان تفسیر درست برای ما میشه. ما چرا برام ما نیم چه کار میکنیم؟ بگو آقا چیه، رفتیم مثلا ژاپن دیدیم که معبدشون چی ساختن، در و دیوارشو گرانیت کردن،
ببین اگه برای ما ژاپن ارزش شده، سنگ گرانیت ارزش شد، دیگه نگاهمون به عالم یه کم دیگه آقا میگه ما کمتر از اونها هستیم، حالا که اونها سنگ گرانیت کردن اصلا ما الماس میکنیم در دیوارمون. برو بگو این منیت اصلا آدمو گم کرده است. یه کمی اگه فضا فرمایش حضرت خالص بشین، چون آفت نشناختن این فرمایش خیلی زیاده است، خیلی آدم کجا بیراه میره. بعد حضرت فرمودن که با این نگاه ذکرال مقام ذکرم که اون روز یک کمی عرض شد، اصلا خودت جمع میشی، نگاهت به عالم جمع میشه و در این عالم هستن اینها. بعد فرمودن که اینا کسایی هم که رابطه با خدا برقرار کردن، عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات و عقولهم، اینا در عمق جانشون مناجات با خدا دارن، ارتباط دارن، خدا با اینا حرف داره. اینها را نگذارین که نسبتتون با اینا قطع بشه. من همه حرفم همین یک کلمه است. یعنی اگه خطبه عزیزان خوب روشن بشه، باید خوب روشن بشه برای همه. بعد میفرماد که اینها یه کسایی هستند که میفهمن حق و باطل را در عالم. اینها فرمود که چی؟ به منزلت الادلت فلسلوات، اینها به منزله اون راهنماها هستن در بیابان حیات. نسبت ما با اینا باید چی باشه؟ ما الان ببینیم بشر مدرن بشری که این نسبتش با اولیا قطع شده است. همه تلاش این تمدن نیست که کسی مقدس نیست. ببینید تمام درست عکس فرمایش امام. امام میفرماید آقا مقدسینی دارید، برید بشناسید. تمدن جدید حرفش نیست که هیچ کس مقدس نیست. مقدس زدائی با مقدس نشان دادن اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه. حضرت میفرماد که اینا رو باید خوب بشناس. اینا یه بعد میفرماد که اینا خیلی تعبیر عجیب است دیگه، ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارت ولا بيع عنها. اینا اصلا یه چیزی جا دنیا گذاشتن، اینا در دنیا یه چیزی دیگه رو دارن میبینند و باش مشغولیات فکرشون رو تأمین کردن. بعد حالا همطور که تعبیر مشخصه، بعد میفرماد که خب اینا همطور تعبیر اون جلسه میفرماد یه عنایت خدا به اینها داره، این به درد ما خیلی میخوره. یعنی شما اینا بدونید گاهی این عزیزان نعمتهای خدا روی این زمین، ما اینها را نشناسیم و بهشون ارادت نورزیم و حقیرشون کنیم، اون عنایتهای خدا که از طریق اینا به ما میرسید از بین میره. همه تلاش امام اینه که نگذارید اینا حقیر بشن. شما التفات بفرمایید. من میخوام بگم تو هر شهر و هر شهرستانی هستنی آدم خوبه. چشم ما چشمیست که اتفاقا اینا رو حقیر میبینه. همین دیروز بود یکی اومد خیلی بیچاره کج میفهمید، گفت که آیا این روحانیون کار خوبی کردن؟ از این کار بدترم بود که اینها اومدن مثلا به اعتراض روز چندومه چیز بود که کف زدن، خرداد، دومه خرداد میشه، بعد عزیزان اومدن در قم اعتراض کردن به وجدان آگاهشون، میشناسد که این یه حادثه نیست، این یه خطر است. بعضی آقا بیدارن، از یا فوق زمان میفهمن. من سلک روحانی رو میگم، کاری به فرد دادم اون من اصلا حال. اگه کسی رفت تو حال و هوای طلبگی یه شعور برتر پیدا میکنه. حال و هوای طلبگی، ببینید طلبه هیچ کسبی ندارد، نگران کسبم نیست، این یه کارایی میکنه باش. من که میگم طلبه منظورم مشخص، یعنی بند مشخص من میرم یه داره سر ما اینقدر حقوق میگیرم، این اصلا فضای طلبگی هیچ کاره. خب اگه بهش میگن همه یه کاری هستن، تو چه کاره؟ من بعد آقا آموزون تو چه کاری چی طلبم؟ خب دیگه چه کاری؟ انگار اصلا همین خوبه. یعنی اینا انشاءالله میرسن در یه مقام بی‌هویتی دنیایی، اون وقت در فضای با هویتی بی زمانی و بی مکانی قرار میگیرن. اونایی که راحت برن طلبه بشن ناخودآگاه شعور برتری پیدا میکنن. همجان که عرض میکنم شناختن این که وقتی میگم طلبه، یه وقت من یه به عزیزی بود گفتم که چرا میخوای بری طلبه بشی؟ اولین شرطش نیست که تو خوب پذیرفته ای که
اصلا میخوای فقیر و بینام و نشون بشه که هیچی هیچی رو حساب نکنید. اگه هنوز به اینجا نرسی نرو طلبه بشه که نه طلبه میشی نه میتونی خدمت کنی. اونایی که میرن طلبه میشن اصلا میخوان از همه اینها درام. این آدم ها دیدین ما یک سای در روحانیون میبینیم که در هیچ که دیگه پیدا نیست. نیست آقا. اصلا میبینیم نوع حساسیتش یه نوع حساسیت دیگه است. این که میبینید میفهمن. ممکنه است بگم واژه ها. من بارها بعضی کتاب ها را میخونم نه برای این که چیز بفهمم. برای این که واژه ای را بشناسم که از طریق این واژه بتونم اونجا میفهمم بگم. گاهی اینجوریست. گاهی بنده دنباله یه واژه های خوبی هستم چون یه چیزایی میفهمم نمیدونم واژه ای که بتونم ارتباط با عزیزان پیدا کنم. چون بالاخره واژه ای باید باشه بین من و شما مشترک. من از خودم بگم که نمیشه فایده نداره که. حرف عمومی رو آدم گاهی میخونه برای اینکه ارتباط عمومی پیدا کنه. حالا میخوام نتیجه بگیرم. خب شما ببینید این طلبه ها گاه یک وجدان بیداری فوق زمان. من میشناختم عزیزی را میشناختم که توی جریانی دیدم یک غم عجیبی رو قلبش. من خودم هم یک کمی احساسی داشتم هیچی نمیتونست بگید ولی فقط به من گفت من خیلی قصه هست. بندم میفهمیدم به حمدالله چرا این قصه شد. شاید مثلا چیزی که 40 سال 50 سال دیگه بقیه متوجه میشن خوب فهمیدم. فقط تنها حرفی هم که میتونست به بنده بزنه همین قمی میتونست بگید که من خیلی قصه هست و واقعا آتش زد به مای حرفش. خب این یه چیزیست آقا. این یه شعوریست. این یه شعوریست فوق زمان مکان. عرض بنده اینجا اینه اینا بیگانه نشید ازش. اینا یه چیزهاییست که امام دارن برای انشاءالله خود برای باز تحکیب کنید. امام با یه زبان بی زبانی برای نسلی که بیگانه دارد میشد از این اولیا. اولیا که یه نفر نیست. اگه ما امام ها رو میفهمیم ما همه شاگرده امام ها رو نمیفهمیم بخواهیم امام ها بفهمیم. یه چیزیست که عرضم بشه از این نمیخوام تأکید کنم که این درک و خاله این اومده از این عزیز میفهمه. این روحانیون با اون شعار خلوت به کمک خلوت یافته خودشون میفهمه که قصه این نمیدونم کف زدن اینا قصه حدم اسلام است. حدم اسلام. خب میاد اعتراض میکنه. حالا مثلا اینا این بیچاره حالا عجیب اینجاست به جای اینکه لاغر یه خورده تأمل کنه یه خورده هیچی نگه همچین اعتراض در حدی که انگار با یه سری آدم بی تربیت بی شعور داره میسونه که آقا اینا کاری دیگه نداشتن چرا نفرن درساش نبخونن. خب حالا اینجا شما چی میبینید؟ من قلب این رو از قلب صدامم بدتر میدونم. هر چی بخواه باشه اومده با من هم صحبت کرد. یعنی صدامم شاید بیشتر از این فهمید که اینجور جسارت به یه عده‌ای که یه شعورن یه شعور اصلا کاری به شخص بنده ندارم. یعنی اصلا شما نه هیچ وقت تو این مثالای بنده نه یه نگاه سیاسی ببینید چون از اونام به حمدالله که مسائل سیاسی را حادثه هایی میدونم مثل غذا خوردن ظهر خودم که الان تمام شد. اگرم امشب شام بخورم فردا صبح تمام است. یعنی حادثه ها حادثه کشف قاعده کنید تا حادثه ها را تفسیر کنید. یعنی روحم خیلی به حمدالله گرفتار این مسائل جزئی نیست. تو حرف هم خواهش میکنم خودتون گرفتار نکنید که من نتونم مثال بزنم. اگه نه من وقت مثال نمیزنم مثال که نزنم بحث روشن نمیشه. حاصل قضیه این که ببینید آقا مردم گاهی به مشکلات میفتن که اصلا فهم شعورهای برین را ندارن. اینجاست که حضرت فرمودن آقا اینا یه توفیقاتی دارن. این توفیقاتشون رو شما متوجه باشید. اینها رو خدا براشون یه نگاه‌هایی باز کرده است. اگه دقت کنید فرمودن که چی؟ فرمودن فکشفو قطاع از زال کل اهل دنیا که حتی که انهم یران مالا یران ناس. اینا یه سایی که بقیه نمیبینن میبینن. خب میخوام چی بگم؟ خسته دونم کردم میبخشیدم. میخوام بگم که اگه حساس شدی اگه فکر کردین یه عده اینجوری هستن اولا مواظب باشین ای بسا ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نباید داده اما یه عده خوب هستن چرا ما خودمون از اینا محروم کنیم؟ اگه بدونیم هستن و حساس باشیم یواش یواش پیداشون میکنیم پیداشون میکنیم. آقا عین القضات همدانی گفت چی؟ گفت استاد من قال یقول نمیدانست ولی چند سال خدمتش کردم تا اجازه داد کفشش جفت کنم. ببینید تازه عین القضات بشناسه میشه. این الفبا الفبایی است که توی خطبه میخوان بفرمان
بعد میفرماد حالا که فهمیدی یه همچی کسایی هستن، تو چه کاره؟ من گاهی این آیه را میخونم، سنقره و کفلا تنسا، اولین سال برای خودم پیش میاد، یعنی این راه واقعا بسته شد؟ میفرماد پیامبر یه جوری برات میخونیم که تو اصلا یادت نمیره، یعنی یادت نمیره کوچه ها و خیابونا رو یادت نمیره، یا موزل پیامبر این نبود، یه چیزایی که باید یادش نره یادش نمیره. خب چرا ما امید نداشته باشیم به این آیه؟ و فکر میکنید اگه امید داشته باشیم ما رو ناامید برمیگردونه؟ اصلا چرا گفت؟ برای اینکه اگه خدا میخواست فقط این آیه مربوط به پیامبر باشه که به قلب پیامبر میرسون، گفته است برای اینکه این راه بسته نیست. خب چرا ما امید نداشته باشیم؟ حالا حضرت اینجا میفرماد که حالا که متوجه شدی این مقامات را، فحاسب نفسک لنفسک، حالا بیا با خودت ارزیابی کن. یعنی چطور ارزیابی کن؟ اولا چرا فکر میکنی این راه بسته است؟ چرا فکر میکنی ما نمیتونیم این توفیقات رو داشته باشیم؟ یک. در ثانی چرا خودمون را در ارزیابی با اینا که اهل ذکرند و اهل خلوت نسنجیم چقدر میارزیم؟ به اندازه‌ای که به اینا که میارزن نزدیک باشیم. تعبیر دوم ارتباط بفهم، اصلا حضرت میخوام بفرمون آقا جمع کن خودتا، برا خودت را بیاب. حالا اینجا ببین چقدر حرف عجیب میشه با این که زمانم خیلی نداریم. من یه وقت خودم را برا شما میسنجم، اینا حضرت نمیگه. ببینین لنفسک فحاسب نفسکم لنفسک، آفت بزرگی که نمیذاره آقا من خلوت کنم خودم را ارزیابی کنم اینه که میخوام خودم را در ازای ارائه به شما اندازه بزنم، این نمیذاره من به هیچ جا نمیرسم. عزیزی گاه وقتا دو میره دیگه، دوم خروز پیدا. عزیزی چند روز پیش میفرمودن یه چیزی میفرمودن، خب دیدیم نه ایشون هنوز خودش در دل مردم میخواد پیدا کنه، حتی زحمت کشیده بود به یه مطالعات تو رسته بود، بعد میده افق دید خودش نیست برای خودش. آقا من یه بار دیگه عرض کردم، یه وقت من وظیفه‌م اومدم نسبت به شما انجام بدم، پس نسبت به خدا دارم خودم رو ارزیابی میکنم که خدایا توفیقم بده وظیفه‌مو انجام بدم. یه وقت نه آقا، چشم دلم شمایی، به طرف شماست، به هیچ نتیجه نمیرسم. خدا میگه همطور که بارها عرض کردم، اگه شما به یک انگیزه غیر این که میاید اینجا که یه ذکری باشد برای جان شما بیاید، به هیچ نتیجه نمیرسید. نمیرسید آقا، مثل موشیست که به انبان 40 ساله بیا. گندم انبان 40 ساله کجاست؟ هیچی گیرتون نمیاد. اگر نموش دوز در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ رون لنفسه درست شد؟ لنفسه فحاسب نفسک لنفسه، خودت برای خودت ارزیابی کن که کی هستی، چکار داری که بقیه میگن چی هستی. حالا بعدش این جمله بعدیش خیلی فکر کردیم که چی بگیم، بعد نهایت رسیدیم هیچ چی نگیم. اللهم صل على محمد و آل محمد.